سلام علیکم، جلسه چهارم دوره آرک مارکت. خیلی خوش اومدیم به این جلسه. تو این جلسه میخواییم در مورد انواع موقعیت‌های کاری که توی فیلد کار ساختمون برامون پیش میاد صحبت بکنیم، حالا چه تو گزینه طراحی و چه تو گزینه اجرا. بذار زوم کنم. این زومه رو من یادم میره، بعدش که ویدیو رو نگاه میکنم نه کاش اینجا رو زوم میکردم دیگه. حالا شما به بزرگی خودتون ببخشید. تو توی زمینه طراحی که وارد میشی، یا میتونی طراحی کامل پروژه رو برداری، یا طراحی اجزاش رو برداری، مثلا طراحی نمایی پروژه رو برداری، یا خدمات جانبی بدی، مثلا ماکت سازی یا رندر گرفتن، یا اینکه بیای آموزش بدی تو بحث طراحی. یه مسئله این که هستش، یه تمام موارد بین طراحی و اجرا جدا هن، به جز همین فیلد آموزش که تو هم توی طراحی میتونی آموزش بدی، هم توی اجرا میتونی آموزش بدی. و توی اجرا میتونی پیمانکار جز باشی، میتونی پیمانکار کل باشی، مدیر پروژه باشی، میتونی مسئول کارگاه باشی، عملا کارمند یه نفر باشی که یه کارگاهی رو بر عهده گرفته و تو شدی مسئول اون کارگاه، یا میتونی آموزش بدی. پس این میشه کلیت ماجرا که یه نگاه کلی داشته باشیم. بریم اسلاید بعد. حالا توی بحث کار معماری بذار زومم هم بکنم که دیگه موس رو بذارم کنار. خب چند تاش اول با هم صحبت کنیم بعد میرم پایین تر. تو حالت اول تو میتونی معماری کامل یه پروژه رو انجام بدی، فول آرکیتکچر باشی. یه پروژه رو هر چی که داره رو تو انجام بدی. طراحی پلان، طراحی نما، طراحی داخلی، طراحی لندسکیپ، نمیدونم طراحی روف گاردنش که حالا زیر مجموعه لندسکیپ میشه، طراحی جزئیاتش. و تو اگر که میخوای یه معمار کامل باشی، یه معماری که همه چیز رو بتونه انجام بده، باید خیلی اطلاعاتت کامل باشه. مثلا کسی که الان قطعا من الان خود آقای معمار کامل نمیدونم و قطعا تویی هم که داریم ویدیو رو ببینی نیستی، معمار کامل تو ایران 20 تا بیشتر نداری تهش. چرا؟ چون باید علاوه بر این که همه موارد طراحی رو بدونه، طراحی نما، طراحی داخلی، طراحی پلان، طراحی لندسکیپ، هر چیزی که گزینه های طراحی داریم، معماری انرژی کم آشنایی داشته باشه، اقلیم معماری رو بلد باشه، معماری تکنولوژی آشنا داشته باشه، همه اینا رو داشته باشه، نکات اجرایی رو هم باید بدونه. یعنی طراحی که میزنه دیتیل های اجرایش رو همونجا تو ذهنش بتونه تجسم کنه، دیتیل بتونه حتی بده. یه نکته داره که بعد از همه حرفام بهت میگم، حتی با نرم افزار آشنایی داشته باشه. فقط نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که تو به عنوان معمار کامل اینا رو باید بشناسی، اما قرار نیست بشینی دونه دونه پشت رویت خودت کلیک کنی، بشینی پشت اسکچاپ خودت کلیک کنی، خودت بری اجرا کنی، خودت بیای طرحو بزنی، خودت بری نما رو طراحی کنی. نه، تو وقتی تو همه اینها سررشته داشته باشی، حالا میتونی یه تیمی داشته باشی که هر کدومشون یه جزء پروژه رو ببرن جلو و تو ایرادات اون اجزا رو بگیری. مثلا این نما، خب ببین اینجاش اجرایی نیستش، این شاسی کشیش مشکل میخوره، این طرح داخلیه از این نظر مشکل، این متریالی که دادی شده این نیست تو ایران، این شیشه بزرگترین جامی که تو ایران داریم از اینی که تو دادی کوچیک‌تره، یا مثلا ایرادات مشابهی که هست، یا مثلا ایراد طراحی بگیری از طراحی نماش، ایراد طراحی بگیری از طراحی لندسکیپش. پس یه معمار کامل هم فن حرفه و کسی هم نمیتونه کلا سرش بذاره. مثلا تو داری طرحو یکی میدی برات مدل کنه، میگه خب اینجاشو مثلا برام اینجوری انحنا بده، بعد اون مدلرت میگه که نمیشه مهندس، با مثلا با اسکچاپ نمیشه این کارو کرد. تو وقتی آشنایی نداشته باشی میگی خب راست میگی، پس هیچی ولش کن یه کار دیگه اش میکنیم. ولی وقتی آشنایی داری میگی نه خیرم، برو از سند باکس این کارو کن، اون کارو کن، درست میشه. میدونی چی میگم؟ وقتی که بلدی کسی هم نمیتونه کلا سرت بذاره. پس این میشه ویژگی های یک معمار کامل که باید همه چیو بلد باشه،
به این وقت میگم همه چی همه چی ها، یعنی هر چی از این به بعد توی این منو هست و باید بلد باشه و حتی نکات اجرایی که هستش. یعنی یه معمار کامل تأسیسات برق رو هم باید بدونه، یه معمار کامل دیگه سوالی براش نیست. بعد ممکن تو الان تو ذهنت باشه خب اوکی، حالا یه معمار معمولی که خودش رو میگی تو اون مثلا میگی توی که تو این بیستانیستی، مگه تو تأسیسات برق رو نمیدونی؟ چرا، منم میدونم، اما اولا تو لولی که اون میدونه نمیدونم، دو این که خب یکیشو میدونم، دو تاشو میدونم، هزار تا آیتم هست که تو باید اوکی باشی. مثلا یه معمار کامل گرافیک هم میدونه، چرا؟ چون که میخواد کارش رو با پرزنت خوب ارائه بده. یه معمار کامل روابط اجتماعی رو هم میدونه، قرارداد بستن هم میدونه، میدونه چجوری با نیروش صحبت بکنه، میدونه که کجا اخم کنه، کجا مهربون باشه، کجا ایدی بده، کجا جریمه بکنه. میدونی این کاریه که در کنار به دست آوردن اطلاعات و همه چی، تجربه لازم داره، بازخورد گرفتن از رفتار لازم داره و بعضیا با تجربه کامل هم نمیتونن معمار کامل بشن. چرا؟ چون ویژگی‌های شخصیتی هم لازم داره. یعنی یکی که بسیار آدم بد اخلاق عصبانیه، هیچی حرف کتش نمیره، حرف خودشه، فلان و همانه، که دیگه ممکن نمیتونه تعامل داشته باشه با نیروش، پس اون نمیتونه معمار کامل بشه. یا یکی که صلبه، میگه که نه، مثلا یکی دیگه از ویژگی معمار کامل اینه که رشد پذیر باشه، یعنی قبول کنه که یه جایی کارش ممکنه بلنگه و بعد اون ارتقا بده. مثلا اون زمانی که بحث متاورس پارسال یکی دو سال پیش خیلی باب شد، خیلی از معمارای معروف اومدن گفتن چه این حرفا، ما دفتر اونو داریم دیگه، اون فضاها چیه، شوخی خنده داره دیگه، اینا رو نباید ما بریم. به محض اینکه یکی از معمارا اومده دفتر تو متاورس زد، همه شروع کردن بهش توپیدن. حالا اونم دیگه خیلی زود بودش حرکتش، ولی کارم حرفم اینه که ببین مقاومت میکردن جلوی این رشته. یا مثلا یه زمانی خیلی از دفاتر معماری میگفتن آقا وی آر چیه ما نمیخوایم، یکی یه زمانی خیلی از دفاتر معماری میگفتن پرزنت معماری چی، اصلا اینستاگرام چی، همون چیزی که جلسه قبل فکر میکنم اینو گفتم که من همکار خودم به من میگفتش که این کارا چی تو اینستاگرام میکنی. ببین معمار کامل جلو رشد خودش هم نمیگیره، نمیگه من همینم بس، این چارچوب بر من بهترینه. تو وقتی بگی من همینم بس، از اون آیتم رقابت جا میمونی، از بازار رقابت جا میمونی. طراحی تخصصی نما میتونه جزو یکی از گزینه‌ها باشه که تو به عنوان معمار بخوای انجامش بدی. ببین بعضی از این آیتما بازار کار خوبی دارن، رقیب هم زیاد دارن. بعضی بازار کار خوبی دارن، رقیب کم دارن. بعضی بازار کار بد متوسط رو به پایینی دارن، رقیب بازم زیاده توشون. بعضی بازار کارشون کمه، رقیب هم کمه. یعنی چهار تا حالت بیشتر نیست. طراحی تخصصی نما از اون رشته هاییه که بازار کارش خیلی زیاده، رقیبش هم خیلی کمه. من قبلا هم مثالش رو بهت گفتم دیگه، برو ببین چند تا طراح نما تخصصی، کسی که طراحی نما کنه میشناسی، رقیب توش کمه، الان کمه، 10 سال دیگه مطمئن باش با این مسیری که افتاده و این تبلیغاتی که خود شخص من دارم میکنم رو طراحی نما، که هر کی داره دوره های منو میبینه میگم آقا طراحی نما رو ول نکنین، مطمئن باش رقیب تو طراحی نما زیاد میشه. اگه هم میخوای برگه برنده داشته باشه، الان باید واردش بشی، بعدها دیگه تا 5 سال دیگه به دردت نمیخوره. مورد بعدی طراحی داخلیه. طراحی داخلی اون اولیه، پس طراحی نما بود، بازار زیاد داره، رقیب کم داره. طراحی داخلی بازار زیاد داره اما رقیب هم زیاد داره. پس تو توی بحث طراحی داخلی علاوه بر این که باید خوب باشی و عالی هم باشی، یه طراح نمای خوب میتونه بازار خوب داشته باشه، اما یه طراح داخلی خوب بازار متوسط داره. چرا؟ چون رقیب زیاد داره. پس باید ملاکای تمایزی پیدا بکنی برای خودت دیگه. بعد تو طراح داخلی و طراح نمایی نارا میدونین چیه دیگه. طراح نمای ساختمون اینه که بیاین نقاب برای ساختمون رو طراحی کنی. طراح داخلی هم چیه؟ اینه که اجزای داخلی رو بررسی بکنی. حتی یه طراح داخلی روی طراحی دیتیل های، مثلا چیزی که به ما گفتن، مثلا خیلی ها فکر میکنن طراح داخلی اینه که بیاد بگه اینجا چه رنگی باشه، اینجا چه شکلی باشه و اینها، نه اینجوری نیستش. فقط مثلا یه طراح داخلی خوب، تو وقتی میری پیشش میگی که مثلا من مشاورم آقای طراح داخلی، خانم طراح داخلی، میخوام که کسی که میاد پیش من، چون من تعداد مشاوره هم بالا، میخوام اینا زود خستشم برن، چی کار میتونی برام بکنی؟ خیلی نکته جالبیه. همه مثلا همه میان پیش تو میگن ما یه
فضایی میخوایم که همه موندگار شن توش. چون یکی اومده پیشت میگه ما میخوام یکی اینجا نمونن، اینایی که میان اینجا یه کاری بکن. مثلا تو میای بررسی میکنی میگی که آقا خب عمومیتش رنگ فضا اینجوری باشه، چیدمان اینجوری باشه، ولی مثلا ممکن تو بیا حتی دیتیل تر کار کنی، بگی آقا ارگونومی صندلی تو که قرار 10 ساعت بشینی اینجوری باشه که تو راحت باشی، ولی ارگونومی صندلی مخاطبت اونجوری یه مدل دیگه باشه که این 10 دقیقه رو که نشست مثلا چرم دونه درشت باشه که پشتش خیس بشه، مجبور بشه هی خودشو جابجا کنه، بعد از نیم ساعت بگه آقا ولش کن خسته شدم اینجا دارم اذیت میشم. میدونی چی میگم؟ یا حتی در این حد دیتیل هم تو به عنوان طراح داخلی میتونی نظر بدی. البته طراح داخلی تو کشور ما یه مقدار چیز اشتباهی جا افتاده که شاید مثلا به واسطه تبلیغات اشتباهی که تو فضای مجازی داره جلو میره. حالا اشکال نداره دیگه. بحث بعدی طراحی لندسکیپ و محوطه است. طراحی داخلی و طراحی لندسکیپ بچه‌ها جفتشون توی دانشگاه رشته آموزشی دارن. یعنی تو اگر کنکور ارشد، تو کنکور کارشناسی زیاد رقیب نیستش، رشته های تاپی هم نیستن، اما تو کنکور ارشد کسی که رتبه خوب بیاره میتونه بره طراحی داخلی تو دانشگاه تاپ بخونه. طراحی داخلی دانشگاه تهران، طراحی لندسکیپ دانشگاه بهشتی، دانشگاه مدرس، اینا همه دانشگاه های تاپ هن و توی اینا ها تو با رتبه خوب میتونی بری این دو تا رشته رو بخونی. اما طراحی نما متاسفانه یا خوشبختانه فیلد تخصصی نداریم الان در حال حاضر تو دانشگاه. فکرم نمی کنم حالا برنامه داشته باشم براش. تو طراحی محوطه تو طراحی فضای حیات، فضای نشیمن، فضای نشیمن که نه ببخشید، فضای روف گاردن، نشیمنی که تو روف گاردن هست، همه اینا با توه. تو باید اطلاعات گیاه شناسی داشته باشی، بعد حوصله اگر مثلا میخوای یه طراحی بکنی که بعد بری نظارت کنی اون طراحیت رو، تو توی طراحی داخلی میری توی فضا سربسته، اما اونجا باید حوصله تو آفتاب وایسادن هم داشته باشی، سنگا رو بشناسی، گیاه ها رو بشناسی، تناسباتی که تو توی فضای لندسکیپ داری با تناسباتی که تو فضای داخلی داری فرق میکنه. تو لندسکیپ صندلی ها ابعادش فرق میکنه، خیابون داریم اونجا عایق بندی ها مدلش فرق میکنه، نمیدونم دیتیل هایی که اجرا میشه فرق میکنه و یه چیز دیگه مثلا متریال که استفاده میکنی فرق میکنه. پس تو یه فیلد کاملا جدید باش روبروی. مثلا آقا تو طراحی داخلی تو اگر داری چوب کار میکنی هر چوبی کار کنی اوکی، ولی تو طراحی نما یا تو طراحی خارجی، حالا که شامل طراحی نما میشه و طراحی لندسکیپ، تو هر متریال نمیتونی کار کنی. چوبی که کار میکنی باید مقاوم رطوبت و گرما و حرارت و همه چی باشه. یا مثلا آجری که کار میکنی دیگه باید یه آجر مستحکم و مقاوم باشه، نمیتونی مثلا آجر روستیک توی نما بیای کار کنی مگه اینکه چه آجری باشه دیگه. منظورم اینه که تو باید شناخت داشته باشی نسبت به خیلی چیزا وقتی وارد هیته طراحی لندسکیپ و محوطه میشی و برای خیلی جذابه، میتونه برات مفید باشه. طراحی لندسکیپ بچه ها نکته مهمش بحث گیاه شناسیشه. تو باید اطلاعات کافی گیاهی هم داشته باشی، مخصوصا با اقلیمی که داری توش زندگی میکنی. مثلا تو اگر زنجانی باید گیاه های مرتبط با اقلیم زنجان رو آشنایی داشته باشی. اگر داری با کل ایران از طریق اینستاگرام کار میکنی یا از طریق سایتت داری کار میکنی، باید کل محدودهای اقلیمی ایران کف دستت باشه. این میشه دسته بعدی، طراحی مبلمان و اجزای ساختمان. اینم یه دسته است که زیر مجموعه طراحی داخلیه. تکلیفش هم مشخصه دیگه. طراحی اجزای ساختمان مثلا حتی طراحی کنسول، طراحی نمیدونم کابینت، به صورت تخصصی به کابینت طراحی بکنی. حتی خیلی هستن دیگه ربطش میدن به طراحی صنعتی، طراحی گاز، طراحی نمیدونم آیفون، کلید پریز، همه اینا میشه زیر مجموعه این که اینا میشن طراحی صنعتی. ولی تو به عنوان معمار چیزی که بخواد به روحیاتت بخوره میشه طراحی مبلمان تقریبا. حالا مبلمان نه مبلی که روش میشینی، مبلمان میتونه کنسول باشه، میتونه نمیدونم آباژور باشه، هر چی. اوکی، اینم از این. بریم دسته بعدی یکم بیایم پایین. و بچه هر کدومش رو براتون سوال موند، چون من پیش فرضم اینه که تو به عنوان یک کسی که تو دانشگاه معماری خوندی اینا رو آشنای کلی داری، برای همین دیگه نمیام دونه دونه توضیح بدم. بچه‌ها طراحی نما این است، این کارو میکنیم، اینجا رو میشناسیم، این کارو باید بکنیم، اینجوری بریم.
هر کدومش رو بخوام صحبت بکنم میتونه یه جلسه 3 ساعته طول بکشه. هر کدومش که برات ابهام بیشتری داشت میتونی به من پیام بدی، تو پشتیبانی ازم میپرسی دیگه، کاری نداره دیگه. مورد بعدی طراحی دیتیل های ساختمانی و طراحی نقشه فاز 2. این دوتا خیلی به هم نزدیکن. طراحی نقشه و نقشه فاز 2 کارگاهی که مشخصه تو نقشه های آماده میکنی که بر اساس اون میرن اجرا میکنن. طراحی دیتیل های ساختمانی یه مرحله پیشرفته تر از دادن نقشه های فاز 2 که توی اون تو توی فاز 2 تو مثلا یه نقشه میدی که بر اساسش میرن اجرا میکنن. توی دیتیل های ساختمانی دیتیلی که میدی دیگه ردخور نداره. چرا؟ چون تو اومدی اون رو مدل سازی کامل کردی، بررسی کردی که آقا با توجه به پی که داری، با توجه به سطح خیابون، با توجه فلان، حالا اگر این ازاره رو اجرا بکنی یا این ناودونی رو بذاری تو ازاره هیچ مشکلی پیش نمیادش. میدونی چی میگم؟ این دیتیل یه مرحله بالاتر از فاز 2. یعنی کاملترش بخوایم بکنیم، تر دیتیل های ساختمانی زیر مجموعه فاز 2 قرار میگیره. توی فاز 2 کامل بخوای بدی میشه این. و مثلا من قطعا به کسی توصیه نمی کنم تخصص بر توی این، میگم بیا اینو یاد بگیر، اینم حرفه ای تر بشه توش. بحث معماری انرژی و معماری تکنولوژیه که اینا هم دو تا رشته قوی دانشگاهی دارن. اینا هم جزو رشته هایی هستند که باید توی کنکور ارشد رتبه تاپی بیاری که بتونی بری توی این رشته ها بخونی. اما نکته مهم اینه که اینا بازارن. معماری انرژی آیتم های مختلف انرژی که ساختمون رو بررسی میکنی، از نور، حرارت، دما، جهتگیری نسبت به باد، جهتگیری نسبت به خورشید و تعاملی که این آیتم ها با هم برقرار میکنن، هدررفت انرژی، طراحی خونه های زیرو انرژی یا خونه هایی که حتی نه تنها زیرو انرژی هن، مصرف انرژیشون صفره که تو میتونی به شهر حتی انرژی تحویل بدی، تولید کننده انرژی باشن، یا مثلا اینکه مدیریت آب باران خونه چجوری اتفاق بیفته. اینا خیلی بحث قشنگن. خب اما الان که داریم با هم صحبت میکنیم تو ایران خواهون ندارن. تو مثلا فکر کن بیایی تعریف بدی که آب بارون فیلتر بشه بیاد توی پای گلدونات بخوره. خب خیلی جذابه، خیلی قشنگه، ولی چند تا کارفرما، هزار تا کارفرما شاید یکی، یا از هر 10,000 تا شاید یکی بیاد بگه من همچین ساختمونی میخوام. یعنی من حتی برای پروژه بوده که خودم خواستم همچین آپشنایی رو به پروژهش اضافه بکنیم، اما نخواسته. و میگن اینا پروژه، این اتفاقات هزینه بریه که دیدم نمیشه، و خیلی حرفاشون هم بعضی وقتا درسته. من حتی مثلا رتبه 7 کنکور انرژی 2-3 سال پیش، بیشتر سال 96 میشه 4-5 سال پیش، از دوستای نزدیک من بودش، رفت درسش رو خوند 2 سال، برگشت و الان نشسته تو خونهشون داره رندر میگیره، چون بازار کار نداشت دیگه. میدونی چی میگم؟ حالا این بحث معماری انرژی و بحث معماری تکنولوژی یه جا کاربرد داره که جلوتر بهت میگم. بحث تکنولوژی معماری هم استفاده از تکنولوژی های روز تو معماریه. حالا مثلا اینکه تو بتونی یه نمایی طراحی کنی که با توجه به با چرخش خورشید این نما هم مثل گل آفتابگردون مثلا صفحات روش بچرخن که نور کمتری داخل خونه بیفته، میشه استفاده از تکنولوژی روز. و استفاده از نرم افزارهای روز توی تکنولوژی توی معماری که این هم الان نه به نسبت معماری انرژی که انقدر ضعیف باشه، اما هنوز اونقدر خواهون نداره توی معماری ما، داره کم کم اوضاعش بهتر میشه. اینا ولی رشته های دانشگاهی تاپی هن که تو توی اگر میخوای توی هیته تدریس وارد شی میتونی اینا رو هم انتخاب بکنی جز رشته های اصلی هدفت بذاری. طراح پلان فاز 1 و شهرداری، کسایی که کار شهرداری انجام میدن و یه کار حوصله خواهه دیگه، تو باید حوصله این کارا رو داشته باشی. مثلا من آدمش نیستم، ولی تو ممکنه باشی و شغل پردرآمدی هم میتونه باشه. تو میگی آقا من پلان شهرداری و پلان نظام تو من میبندم، خیالت هم جمع که من تاییدیش رو میگیرم. این هم چیه کاری که تو توی تای طراحی میتونی انجام بدی، پول خوبی هم میدم بابتش. یه مقب آیتم بعدی بحث مدل سازی سه‌بعدیه. اینا هم زیر مجموعه طراحی هم. چرا؟ چون داره توی دفتر اتفاق میفته یا توی خونه پشت میزت نشستی داره اتفاق میفته، تو مدل سازی سه‌بعدی میتونی انجام بدی. این مسئله که هستش، بچه‌ها اکثرا مدل سازی و رندر رو توی یه دسته میبینن، میگن اینا با اینا یکی ان، اما مدل سازی یه ماجرا داره
تغییر اندرای معماری ماجرا دیگه. بچه من اینجا که نگاه میکنم، من اینجا لپتاپ جلومه، شما دارین اینو میبینین، من از اینجا دارم میبینم، برای همین بعضی وقتا اینجا رو نگاه میکنم دیگه بر نمیگردم این بر نگاه کنم. تهیه مدل و تهیه رندر با هم دوتا آیتم جدا هن، اما خیلی به هم نزدیکن. یعنی چه بهتر کسی که داره رندر معماری ارائه میده مدل سازی هم بلد باشه. اما خیلی وقتا هستش تو مدل سازی پروژه رو داری تو رویت انجام میدی چون دیتیل زیاد میخوای، پس یه مدل ساز رویت خوب باید باشی. خیلی وقتا هم هستش که میخوای رندر سوپر رال بگیری، خب اونو باید ببری توی نرم افزار خوبی مثلا که خروجی خوب میده کار بکنی، یا مثلا بری با وی ری بگیری، با کرونا بگیری، با آنریل انجین کار کنی. و این تهیه رندرهای معماری تو مرحله بعدش میشه تهیه انیمیشن های معماری، تهیه رندرهای وی آر و همه اینا زیر مجموعه این میان دیگه. آیتم بعدی بحث طراحی گرافیک و پرزنت پروژه معماری. این چیزیه که تو ایران غافل موندیم ازش. یعنی همین الان من اگر بخوام کسی رو پیدا بکنم که با قیمت خوب و کیفیت خوب برای من پروژه رو پرزنت بکنه، نیرویی که بیاد تو دفترم بشینه سخت پیدا میشه. یک، دو اینکه مجبورم از راه دور با خیلی کار. من الان یه تیم تو شیراز دارم باش کار میکنم از مشهد و تیم خوبی هم هستن، ولی قیمتاشون بالا، برای همین پروژه خاصم مجبورم بهشون بدم. و تو اگر تو این زمینه وارد بشی، پروژه ها رو بتونی پرزنت بکنی، بحث آلبوم بستن، بحث دیتیل های گرافیکی که برای پروژه هست، دیاگرام برای پروژه بخوای ببندی، همه اینا رو میتونی تو این زمینه وارد بشی. فیلد خوبیه، فیلد نرم افزاری دیگه، آموزش طراحی، آموزش نرم افزار و مهارت های بخش طراحی معماری. تو فیلد آموزش میتونی وارد بشی، حالا چه آموزش نرم افزار باشه چه آموزش طراحی. مثلا من خودم در کنار کار معماری دارم آموزش طراحی نما میدم دیگه، پس این میشه که فیلد جانبی کار من. حتی خیلی وقتا برام اولویت پیدا میکنه نسبت به طراحیام، یعنی شده من پروژه رو رد کردم چون میخواستم پروژه آموزشیم رو موفق تر ببرم جلو. آموزش نرم افزار هم هستش، اما الان رقابت توش سخته چون آدمای قوی دارن تو این زمینه کار میکنن و تو بخوای برندسازی بکنی باید خیلی شاخ باشی. اگر هستی بسم الله تو این زمینه میتونی وارد شو رقابت کنی، یا اینکه نرم افزار جدیدی بیای ارائه بدی و آموزش بدی. مشاور چیدمان مبلمان زیر مجموعه طراحی داخلیه که حالا معمولا خانوما خیلی به این علاقه دارن و بازار کار خوبی هم داره این. چرا؟ چون همه خانوما خونه دار دوست دارن که از حداقل جا بیشتر استفاده رو بکنن، چیدمان مبلمانشون خوب باشه، میزمون چجوری باشه، مبلمون این شکلی باشه یا اون شکلی باشه، کابینتمون، آشپزخونمون چیدمانش اینجوری باشه یا اونجوری باشه، این سبک کابینت خوبه یا اون سبک کابینت خوبه. همه اینها میگم زیر مجموعه طراحی داخلی، اما چون یه بازار جدایی داره و معمولا متاسفانه خیلی ها نمیرن سمت طراحی داخلی، میگه آقا من خونه اجاره کردم اینا اینه، نمیخوام دست به دیواراش بزنم، بیا برای من اینو داخلش رو با همین دیوارایی که هست، با همین زشتی که هست، با همین تورفتگی که اینجا هست، با همین بیرون زدگی و قوسی که اونجا هست، اینو برام بهترین مدل چیدمان کن. این میشه کار طراحی چیدمان. معمولا هم خانم ها تو این زمینه دارن کار میکنن الان. محقق و مؤلف ضوابط و استانداردها و سرانه های معماری که معمولا توی شرکت های مشاورن این افراد. پس چی شد محقق و مؤلف ضوابط و استانداردها و سرانه های معماری؟ یه سری شرکت ها هستن که اینا رو آماده میکنن، سرانه ها، ضوابط، استانداردها، و اینها هی باید بروز بشه دیگه چون همه چی تغییر میکنه. مثلا تا پارسال سرانه فلان چیز انقدر بوده، الان باید یه چیز دیگه بشه چون جمعیت فرق کرده. یا مثلا آدم ها تا 10 سال پیش میانگین قدشون 175 بوده، الان شده 172، پس میانگین مثلا ارتفاع صندلی ها باید تغییر بکنه. میدونی چی میگم؟ همه اینها باید سال به سال آپدیت شه، پس یه سری تیم ها هستن که دارن این کارا رو میکنن. تو این زمینه میتونی وارد بشی، اما زمینه‌ای که کارمندی توش دیگه، سخته تو بخوای به اون لول برسی که من آدم سرانه تعیین کنی بشن. نه، تو معمولا احتمالا باید بری توی دفتری که داره این کار رو انجام میده. اون بحث انرژی و تکنولوژی هم که گفتن زیر مجموعه اینه. مثلا الان مبحث 19 که مبحث انرژیه، خیلی هستن توی بحث تحقیق و توسعهشن و دارن کار میکنن با اون مدرکی که دارن. مرمت آثار باستانی، رشته محجور و غافل مونده از معمارا،
این رشته خیلی رشته خوبیه، اگر که مخصوصا بری توش ادامه تحصیل بدی. حالا دوستانی که رشتهش مرمت بوده معمولا از لحاظ لول علمی یکم لول سطح تحصیلیشون پایین تر بوده رفتن رشته رو خوندن، و تو به عنوان یه معمار مثلا بری ارشد مرمت معماری بگیری در ادامه، کاملا میتونی از همشون جلو بزنی، چون هم قبولی کنکورش آسونه، هم دانشگاه خوب داره، دانشگاه تهران، دانشگاه بهشتی، و از همه باحالتر این که توش خوب باشی کارم زیاد داره. ما کشورمون مهد آثار باستانیه دیگه، همه چی داریم، تو همه شهرام هم آثار باستانی هستش. کار جالبی هم میکنن، مثلا من یکی از دوستان که مرمت میخوند مثلا دیدم دو روز درگیر یه پروژه است، نمیدونم چیکار میکنه، گفت مثلا دارم عکس گرفته بود از دیوارهای مختلف یه پروژه باستانی، بعد داشت دونه دونه آجرها رو تو کد دورگیری میکرد، فرم آجر مثلا آجرش یکم لب پریده بود، اینجا این شده بود آجر اینور اونجوری. گفتم برای چیه این؟ توضیح دادش که مثلا ما بعد دیتیل آجرهای هر پروژه مثلا توی مثلا هر ان سال، هر 10 سال بررسی می‌کنیم ببینیم چقدر فرسوده شده، چقدر تغییر کرده، اگر می‌خوایم احیا کنیم بعد این بنا رو مرمت بکنیم بر اساس دیتیلی که 10 سال پیش داشتیم بریم احیاش بکنیم، یه چیزی از خودمون نزنیم، یا مثلا دیتیل کاشیکاری، دیتیل مقرنه است و اینها رو آشنا بشیم. و خیلی هم نیاز داره علاقه داشته باشی به تاریخ معماری ایران. اگر همچین آدمی هستی این رشته به کارت می‌خوره، به فازت هم می‌خوره احتمالاً. و بحث آخر، بحث طراحی نظام مهندسی که تو میتونی ازش درآمد داشته باشی. طراحی معماری نظام مهندسی با نظارت اجراش فرق میکنه. نظارت اجرا میره وارد فیلدهای اجرایی میشه که بهت میگم، اما تو بحث طراحی نظام مهندسی تو میتونی ازش درآمد داشته باشی. حالا سوال اینه که درآمدش خوبه؟ بله، به شرطی که انضباط رو پر بکنی. مثلا الان یه طراح پایسه، الان که دارم این ویدیو رو میگیرم بچا، چون قیمت آپدیت میشه دیگه عددهای منو جدی نگیرین، ولی الان که من دارم ویدیو رو میگیرم مثلا توی مشهد که من کار میکنم یه طراح پایسه مثلا متری 30-40 تومن میگیره، حالا 36 تومن مثلا میگیره یه پروژه که براش مثلا 10,000 متر هم سالانه داره، یعنی چقدر میشه؟ میشه سال 360 میلیون تومن میتونی از طراح نظام مهندسی در بیاری به شرطی که پر کنی. ولی پایسه الان امضا ندارن چون سقفشون کمه و پروژه کم سقف نداریم، ارتفاع کوتاه معمولا اجرا نمیشه تو شهری مثل مشهد، برای همین پایسه های کم اوضاعشون خرابه. چون حتی میتونی دفتر طراحی نظام مهندسی داشته باشی که یه سری مهندس پای 1، پای 2 و پای 3 رو استخدام بکنی، جذب بکنی و بگی اونا برات امضا بزنن و تو درصد خودت رو از اون امضا برمی‌داری. این هم میشه یه مدل دیگه کار کردن، درآمد داشتن از بحث طراحی نظام مهندسی. و واقعا مبحث ساده ای ازش درآمد داشتن به شرطی که تو بازار خوبی داشته باشی. تو صفحه قبلی یادت اینو طرح پلان فاز 1، این کسی که اینجا طرح پلان فاز 1 و فاز 2 میکنه میاره میده طرح، فقط امضا میزنه، چون طرح نظام مهندسی اصلا کاری نمیکنه. متاسفانه تو ایران اشتباه رایج شده، ولی اینجوریه که طرح نظام مهندسی تو ایران فقط امضا میزنه. تو بعضی شهرها، معدود شهرهایی هست که طرح نظام مهندسی خودش هم طرح میکنه، اما 90 درصد شهرها ایران یکی که اونجا داره کار فاز نقشه فاز 1 میکنه، نقشه ها رو آماده میکنه، میبره میده طراح، مهر و امضا، تمام. یعنی عملا تو توی کار طراحی نظام مهندسی اگر کارتو بتونی خوب ببری جلو و درآمد خوبی و تعداد پروژه کافی بگیری، میتونی درآمد خوب داشته باشی بدون سختی، فقط با یه امضا. اما خب کار نیستش توش دیگه. این میشه کلیت ماجرا. دقت دارین که خیلی از اینها به صورت خیش فرمان، خیلیشون به صورت کارمندن. مثلا بریم اسلاید قبل ببین، اصلا تو به عنوان معمار کامل پس کارفرمایی، طراح تخصصی نما هم میتونی کارمند باشی، برای یکی که داره طراح تخصصی نما میکنه کار کنی، هم میتونی خودت خیش فرما باشی و طراح نما کنی مثل من مثلا. طراح داخلی به همون صورت، طراح محوطه به همون صورت، طراح مبلمان دقیقا به همون صورت، هم میتونی خود طراح مبلمان انجام بدی، هم میتونی برای کسی کار کنی طراح مبلمان کنی. دیتیل و فاز 2 هم دقیقاً همینه. معماری انرژی و تکنولوژی یکم نزدیک میشه به حیطه تدریس. طراحی فاز 1 و شهرداری احتمالا خودت دیگه داری مسیر رو میبری جلو، برای همین برای کسی کار نمیکنی. مدل سازی سه بعدی و تهیه رندر هر دو حالت رو داره، تو میتونی به صورت فریلنس و خیش فرما مدل سازی رندر کنی به بقیه تحویل بدی، یا میتونی بری توی دفتری مدل سازی رندر انجام بدی. طراحی گرافیک هم دقیقاً همین چیزی که من گفتم دیگه. من گفتم هم دنبال نیروی هم که بیاد برام کارمندی کنم، از راه دور خیلی دارم به صورت فریلنس با من کار میکنم. پس هر دو حالت خیش فرمای کارمندی رو داره. آموزش نرم افزار خودت آقای خودتی،
آموزش طراحی معماری هم دقیقا خودت، آقای خودتی، مگه اینکه بری توی کارمندیش میشه خیلی دیگه پیچیده، بری توی مجموعه آموزشی و برای اونا کارمندی کنی، مثلا بهت ساعتی برای هر آموزش پول بدن، یا مثلا آموزش نرم افزار رو نمیدونم اینها در کنار حالا حالت خیش فرمایی که داره، تو خیلی وقت ممکنه توی شرایط خیلی خاص بری برای یه مجموعه‌ای که داره آموزش میده تو کارمندی کنی، مثلا برای دانشگاه غیر انتفاعی بری استاد دانشگاه بشی، یا برای دانشگاه حتی دولتی بری استاد دانشگاه بشی، و اونا بابت ساعت کاری بهت حقوق ثابت بدن یا قرارداد ببندن ماهانه بهت حقوق بدن. این هم میشه یه مدلش که حالا صحبت کنیم. مشاور چیدمان هم دقیقا دوباره همونه، دقیقا مثل طراحی گرافیک یا خودتی یا زیر مجموعه یه مجموعه ای که دیگه من پیشنهاد میکنم اگر رفتین تو این زمینه خودتون آقای خودتون باشین، واقعا دیگه توی مثلا یه همچین فیلد انقدر ریزی بخوای زیر مجموعه باشی دیگه خیلی دستت پایینه. این احتمال اینکه کارمند باشی توش خیلی زیاده، مگه اینکه چقدر لولت بره بالا که بتونی یه شرکت مشاوری داشته باشی که توی دادن استانداردها وارد بشی. مرمت آثار باستانی هم همینطوره، هم میتونی برای یه تیم مرمتی کارمند باشی، یعنی که خودت یه تیم مرمتی داشته باشی. اصلا تو در هر صورت برای مرمت آثار باستانی باید با دولت کار کنی. خیلی نکته مهمیه که باید گوش ذهنت داشته باشی. از این نظر خوبه که عددا بالاتره، از نظر بعد اینه که بعد حسابی ممکنه بکنم برات. طراح نظام مهندسی هم میتونی دفتر طراحی داشته باشی، هم میتونی توی دفتر طراحی امضاتو بذاری، دیگه کارمند نیستی اینجا، خوبیش اینه. و هم میتونی بدونی که همکاری با دفتر طراحی داشته باشی خود مستقل امضا بزنی، هر سه حالتش رو داره. ولی خوبیش نگیدی طراح نظام مهندسی کارمندی نداره. موسم کجا گذاشتم؟ اینجاست. یه آیتمی هم هستش، خدمات جانبه کمتر دیده شده معماری، مثل عکاسی معماری، مثل ماکت سازی، اینا خدمات کاری هستند که ما معمارا کمتر باهاش آشناییم و اصلا هم بهش اهمیت نمیدیم. مثلا آقا تو که عکاسی بلدی واقعا میتونی جزو گزینا داشته تو بیا عکاس معماری بشی، به دور تا دوره آموزشی هم ببینی حرفه‌ای بشی، یا حتی بیا آموزش عکاسی معماری بدی یا ماکت سازی محجورترین است، یعنی هیچ کی به ماکت سازی اهمیت نمیده. تو برای پروژه کوچیکت هم بیا ماکت بده. من میشناسم دفاتری که مثلا دارن طراحی ویلا میکنن، برای طراحی ویلاشون میاد 4 تا آلترناتیو روز اول جلو کارفرما ماکت میذاره، پول خوبم میگیرن، ولی خب دیگه ماکت هم تحویل میدن. خب ماکت سازی میتونه رشته خوبی باشه مخصوصا برای پروژه های بزرگ. انتخاب بین این که قرار کارمند باشی یا خیش فرما باشی، تو این انتخاب گزینه کمکت میکنه. من توضیح دادم دیگه، الان این میتونه هم این باشه همون باشه، یا این کارفرما اون خیش فرما. ولی تو اگر آدمی که مثلا دوست داری خیش فرما باشی یه سری آیتم های اصلی داری، آدمی که دوست داری کارمند باشه یه سری انتخاب های دیگه داره. حالا موقعیت های کاری مرتبط با اجرا چیه؟ زوم کنم باز. خب تابلو ترینش اینه که میتونی مدیر پروژه باشی، مدیر پروژه ساختمون یا مجری کله پروژه باشی که دیگه اینجا زیر دست نیست دیگه. یا حالت دیگه اش اینه که میتونی پیمانکار جزء باشی، مثلا پیمانکار MDF و پتینه و کناف و نمیدونم اینا، پیمانکار سنگ باشی. این میشه آیتم بعدی که زیر مجموعه مدیر پروژه‌ای در واقع و دریافتیشو از اون داری. مدیر پروژه دریافتیش رو از صاحب پروژه داره، حالا ممکنه خودش هم صاحب پروژه باشه. و اینا آیتم های ریزترن خیلی، ولی وقتی مثلا تو میخوای پیمانکار پتینه و سنگ بشی باید اطلاعات داشته باشی تو اینا. نمیشه بری بگی من دوست دارم پیمانکار سنگ شم ولی سنگکاری رو بلد نباشی، ندونی چسب سنگ چیه، ندونی اسکوپ کردن سنگ چیه، پتینه ندونی چیه، ورق طلا ندونی چیه، نمیتونی بری پیمانکار پتینه بشی. و اینا بچه ها یه میبینی پولشون خیلی خوب میشه ها، یعنی الان پیمانکار سنگ قطعا اوضاعشون از معمارا بهتره، یا پیمانکار پتینه الان مثلا من میشناسم کسی که پروژه پتینه گرفتش 200 میلیون برای یه پروژه مثلا 6 سقف و من برای طراحیم گرفتم مثلا 150 میلیون از من بیشتر پول گرفت، یه ماه هم کار داشت کل پروژهش. میتونی مسئول کارگاه باشی. زیر مجموعه کی؟ زیر مجموعه اون اولیه، مدیر پروژه ای، مسئول کارگاهی توی پروژه ساختمانی، یعنی اون کسی که پروژه ساختمانی داره ممکنه هر روز نتونه به پروژه سر بزنه، یه نفر رو میذاره اونجا به اون مسئول کارگاه باش تلفنی در ارتباط هماهنگی‌ها رو انجام میده. خود اون مسئول کارگاه یه سری مسئولیت رو داره ولی حقوق ثابته دیگه، کارمنده. تولید اجزا و مبلمان که این دیگه نیاز به کارگاه داره و مهارت و تخصص و اینها، که من فقط میگم اگه علاقه دارین برین سر وقتش، وگرنه کار پر درد سریه. ناظر مقیم
با مسئول کارگاه این فرقو داره که چون به عنوان ناظر مقیم از طرف طراح رفتی اونجا، مثلا من طراح هم میخوام طرحم دقیقاً اجرا شه، به یک نفر میگم آقا تو میری سر پروژه ثابت با من در ثابت اینجا مشکل نخوره اینجوری اونجوری، معمولا بر پروژه خاص اتفاق میفته. اما مسئول کارگاه از طرف پیمانکار اتفاق میفته، از طرف مدیر پروژه اتفاق میفته. مرمت آثار باستانی توی بحث اجراش همونجوری که توی بحث طراحیش رشته کم اقبالی بوده، تو بحث اجراش هم همینطوره و همه اون ویژگی‌ها رو داره، ولی خب تو اینجا به عنوان مرمتگر آثار باستانی باید دست به کار شی دیگه و باید اطلاعات داشته باشی، بشناسی علوم مختلف معماری، بخش‌های مختلف معماری ایرانی رو. مثلا اگر داری مقرنسی رو می‌خوای مرمت بکنی، تو باید آشنایی داشته باشی که این چجوری قوساش آویزون میشه. اصلا مقرنس یه چفت آویز دیگه، چفتی قوسی که آویزون شده، بعد بتونی اونو درست اجرا بکنی. انواع مختلف کاشیکاری بشناسی، بدونی کاشی هفت رنگ با کاشی معرق چه فرقی میکنه. همه اینها رو تو باید در نظر داشته باشی و هم بتونی طراحیش بکنی تو بخش طراحی، هم بتونی اجراش بکنی تو بخش اجرا. و یه مقدار آدمای اهل دلتر رو حال بکنن با این فضاها باید باشی که بتونی بری سر وقتش. اجرا و نظارت نظام هندسی و توی نظام هندسی، اگه طراحیش رو بری توی هیته طراحی، اگه بری نظارت و اجرا توی هیته طراحیش میتونی درآمد داشته باشیم. اجرا و نظارت درآمدهای نسبتا خوبی داره اما مسئولیت بالایی هم دارن. طراحی هم مسئولیت داره ها، اما نظارت و اجرا خیلی مسئولیتش بالا، اما عدداشون هم بالاتر. اینا اگر مثلا، تازه من پایه 3 گفتم، پایه 2 پایه 1 عدداشون بالاتره، ولی اگر پر کنی امضاات میتونی تا 400 500 میلیون سالی داشته باشی توی پایه 3، ولی خب پر کردنش کار حضرت فیله. آموزش نرم افزارا مهارت مرتبط با اجرای ساختمون هم جزو فیلدهای مشترک بین طراحی و اجرا که تو میتونی آموزش بدی. الان تو اینستاگرام هم میدونی کلی از آموزش دهنده های اجرا داریم که دیگه آموزش اجرا میدن، یا مثلا آموزش نرم افزار، آموزش کار با دوربین نقشه برداری، آموزش نرم افزارهای مخصوص که افرادی که مجری هم باید بلد باشن، آموزش نقشه خوانی، اینا همش میشه آموزش های مربوط به کارگاه دیگه. و یه چیز دیگه که میخواستم بگم اینه که بحث اجرا بچه ها در ظاهر و در باطن عملا درآمدش بالاه، درآمد بالاتری از طراحی داره. اما من همیشه اینجوری میگم، مثلا فرض کن تو یه پروژه برمیداری، این پروژه 10 میلیارد خرجشه، تو بستی قرارداد 10% پیمانکاری اون پروژه، 10 میلیارد 10% میشه 1 میلیارد. توی مثلا اتمام پروژه هم توی یک سال و نیم اتفاق میفته، تو 1 میلیارد توی یک سال و نیم بابت اون یه پروژه میگیری، درسته؟ خب عدد خوبیه دیگه، توی یک سال و نیم 1 میلیارد عدد کمی نیستش. ولی حالا توی اون یک سال و نیم میتونستی 10 تا پروژه طراحی ببندی حداقل اگه خیلی سرعتت پایین باشه، که اون 10 تا رو هر کدومش رو مثلا 100 میلیون بگیری، بازم میشه 10 میلیارد، میشه 1 میلیارد. پس میبینی اونقدر تفاوت چیزی نداره، تفاوت بیشتر بحث علاقه است، بحث مالیش اونقدر فرق نمیکنه. و الا در ظاهر یه دونه پروژه این خیلی بیشتر از یه دونه پروژه اجرایی خیلی بیشتر از یه دونه پروژه طراحی درآمد داره. اما باید نگاه کنید چه زمانی ازت میگیره، چه دغدغه‌ای داره، در اون دغدغه‌اش در ادامه با هم صحبت میکنیم. و این رو باید حتما مد نظرتون قرار بدین که به روحیاتتون بخوره. این لعنتی خیلی مهمه، روحیات پروژه بهت بخوره یا نه. ببین مثلا توی بحث طراحی تو ساعت کار طولانی داری، باید پشت میز بشینی، کمر درد میگیره، سر درد میگیره، چشات ضعیف میشه، پدر در میاد، بعد با کارفرما سر و کله بزنی راضیشون کنی، آقا تو رو خدا کلاسیک کار نکن، نمیدونم مدرن کار کنه، یا مثلا بیا یه کوچولو به من اجازه بده من یکم عقب نشینی تو کارت داشته باشم، از اینجور حرفا. بعد سر و کله بزنی، فشار کاری بالا داره، درگیری ذهنی داره، همه اینها تو کار طراحی هستش. ولی خب دیگه هر کاری بالاخره فشار کاری داره، یعنی اینجوری نیستش که تو بگی من فقط توی این دوتا کار فشار رو دارم. تو اگه داری مثلا کار رندر میکنی، سیستمت هستش، درگیر فکریت هست، مسئولیت زمان تحویل پروژت هستش، اینکه اون چیزی که کارفرما خواسته بشه یا نشه هستش، رندر اوکی بشه هستش یا نیستش، یهو سیستمت لاگ اوت، یهو سیستمت از نرم افزار تو رو میندازه بیرون هستش، همه اینا فشار کاریه دیگه. و هستش همه اینا ها. توی بحث طراحی سه تا آیتم خیلی مهمه: زیبایی، بهینگی، نوآوری. تو طرحی که بتونی بزنی که زیبا باشه، یادم میره زوم کنم براتون،
طرحی که بتونی بزنی و اگر میخوای اصلا نه اگر میخوای طراحی خوبی انجام بدی، طرحت باید زیبایی داشته باشه. حالا این زیبایی چه؟ زیبایی بصری هستش، زیبایی های عمل کردی هستش، همه اینها رو در نظر میگیره. اما طرحی که زیبایی نداشته باشه، حتی اگر بهینه باشه، حتی اگر خلاقانه و نوآورانه باشه، طرح فعلی میشه. اوکی، یه چیزی هم بهت بگم، طراحی چیه؟ از گذشته، از همون اولی که بس طراحی باب شد، رشته لوکسی بودش. یعنی اینکه هر کسی نمیاد، حالا چه طراحی معماری باشه، هر کس نمیاد طراحی بکنه. حالا چه طراحی معماری باشه، چه طراحی های دیگه، مثلا طراحی لوگو هستن. آقا کسی که میخواد لوگو داشته باشه، آدمیه که لول سطح پروژهش، به سطح کارش به جایی رسیده، برندش به جایی رسیده که بعد براش لوگو بزنه. پس داره انتخاب لوکس میکنه. یا کسی که میخواد طراحی خوب برای نمایش بکنه و میاد به طراح تخصصی نما مراجعه میکنه، به مرحله رسیده که یه طراح معمولی براش طرح نما میزده راضی نمیشده. میدونی چی میگم؟ حالا به مرور خدا رو شکر یه سری طراحی ها داره متعادل تر میشه و مردم راغب تر میشن به طراحی، از لوکس بودنش داره کمتر میشه. اما هنوزم مقوله لوکسی میگم برای چی بدیم طراحی؟ خودمون که بلدیم، این خودمون بلدیم هم که آفت ما رو کشته دیگه. نمیدونم مردم چرا مثلا نمیگن دندون پزشکی خودمون بلدیم، عمل قلب خودمون بلدیم. خب این هم همونه، با این تفاوت که اونجا در لحظه دردش رو حس میکنه اگه دندونش خودش بخواد بکشه، اما کار ساختمون رو در لحظه حس نمیکنه دردش. وقتی میری ساکن میشی دردش رو حس میکنه که دیگه هیچ کاریش هم نمیشه کرد. درسته؟ پس زیبایی آیتم اوله. بهینه بودن، بهینگی یه کلمه یه که خیلی برای من مهمه. بهینگی حتی زیبایی رو در نظر میگیره، در بر میگیره، زیر مجموعش میشه. ولی چون زیبایی خیلی آیتم مهمیه توی طراحی، من اینو جدا گذاشتم. طرحت باید زیبا باشه و بهینه باشه. بهینگی عمل کرد، بهینگی متراژ، بهینگی سازه. مثلا یکی که داره طراحی میکنه میاد سازه میده که با طرحش مچ باشه، پس این میشه طراحی بهینه سازه و پلان معماری، سازه و معماری. یا مثلا توی نما بیاد تاسیسات نما رو توی تاسیسات ساختمون اونایی که از تو نما رد شده رو تو طرح نماش بپوشونه، این میشه بهینگی طرح نماش. یا مثلا تعادل بین، مثلا توی واحد ساختمونی که دو واحده، تعادل بین متراژا دو تا رو مثل هم نذاره، مثلا 250 متری یکی رو 170 کنه یکی رو 130، این میشه بهینه کار کردن. چرا؟ چون مشتری که میاد هم ممکنه 130 متری رو بپسنده هم 170 متری، یعنی هم ممکنه متراژ بالا بخواد هم ممکنه متراژ پایین بخواد. اما وقتی تو 150 متری میذاری، کسی که 170 متری هم می‌خواسته میپره، کسی که 130 متری هم می‌خواسته میپره. یعنی حق انتخاب رو موقع خرید به کاربرت بالا دادی. و بهینگی فقط تو اینا که من گفتم نیستی، اصلا بهینگی هر اتفاقی که تو ذهنت میفته میتونه بهینه باشه. تو دادن نقشه اجراییت رو بهینه ترین حالتش رو بدی، کامل ترین و خوب ترین و منطقی ترینش، رندرات رو بهینه ترین رندرا باشه از زوایای مختلف با حد. مثلا تو میتونی 20 تا رندر بدی، از زوایای بعد میتونی 4 تا رندر بدی از زوایای خوب، جفتشون با هم برابری کن، حتی اون 4 تا رندر بهتر باشه از اون زوایای بعدی که تو اون 20 تا رندره. و بهینگی توی طرح تو خیلی مهمه و نوآوری هم جزو آیتمایی که تو طراحی خیلی اهمیت داره و تو باید نوآوری رو داشته باشی تو پروژهات. مثلا بیای هی سعی کنید دیولوب کنید خودت رو توی اون بحث چرخه بیزینس که داشتم میگفتم، تو تحقیق و توسعه خودت رو ارتقا بدی و با نوآوری خودت رو تکمیل بکنی. نوآوری هم توی طرحاتون داشته باشین و سعی کنین هی آپدیت کنین، مخصوصا نوآوری های تکنولوژیکی خیلی میتونه پروژه های شما رو متفاوت کنه، به شرطی که بتونین کارفرماها رو قانع بکنین. حالا همیشه هم این نیستش که تو بیا بگی آقا من میخوام نمای متحرک بزنم به عنوان نوآوری. نه، تو به عنوان نوآوری، یه مثال ساده و بچگونه شو دارم میزنم، تا پارسال طرح میزدی، از الان بیا یکم اطلاعات سازه تو بالا ببری، ترکیب ساز و پلانت رو موفق ببری جلو، سال بعد باز یکم بالاتر ببری، اطلاعات تاسیساتیت رو بالا ببری، ترکیب ساز و پلان و تاسیساتت رو بتونی خوب بگیری، این میشه نوآوری. تو خودت رو ارتقا دادی، دیولپ کردی.
توی بحث اجرا چی؟ بحث اجرا چند تا آیتم مهم داریم که باید یه مجری خوب داشته باشه. یکی دقته، یکی مدیریت خوبه، یکی حل مسئله خوبه. تو باید ترکیبت میدن درست اجرا بکنی، حالا چه به عنوان یه کسی که داره مرمت میکنه، چه به عنوان یکی که داره بازسازی میکنه، چه به عنوان کسی که داره مجریه. تو فیلدهای کاری بچه شاید تو ذهنتون باشه رو بازسازی رو نگفت، تو بحث اجرا یا طراحی اینا دیگه زیر مجموعه دیگه. تو وقتی داری طراحی داخلی میکنی، حالا میتونی طراحی داخلی یه واحد از صفر باشه، یه واحدی که داره بازسازی میشه، یا تو وقتی مدیر یه پروژه میتونی مدیر پروژه بازسازی باشی، یه پروژه بازسازی باشی، یا مدیر یه پروژه که کامل هستش دیگه. پس دقت توی اجرا خیلی مهمه، مدیریت خوب خیلی مهمه، اینکه تو بتونی مدیریت منابع و انسان، مدیریت منابع انسانی و منابع مالی رو درست ببری جلو، و مدیریت زمان رو، چرا که همه اینها با هم باید بهینه باشن. این بهینگی که تو طراحی گفتم اینجا اتفاق میفته، مثلا اینکه کدوم گروه های کاری میتونن با هم موازی کار کنن، نقاش و MDF کار و فلان میتونن با هم کار کنن، مثلا اول بعد بتون بیاد، بعد این یکی بیاد، بعد اون یکی بیاد، و همه اینها با هم تداخل نداشته باشن. یا مثلا دم عید، بذار زوم کنم که باز از دستشون نرفته باشه این قسمت، مثلا یه کاری که همه کارفرماها دیگه تقریبا انجام، همه مدیر پروژه انجام میدن، اینه که بتون ریزیشون رو یه مرحلهشو میذارن دم عید. چرا؟ چون تو برای بتون ریزی باید یه بازه کارگاه تعطیل باشه که اون سقف صفر بشه دیگه، درسته؟ حالا میذارن مثلا 27 بتون ریزی میکنن، تا 5-6 که تعطیلات عیده بتون یه گیرایی اولیه پیدا میکنه و کارگاه هم تعطیل بوده، اون چند روز باید تعطیل میبوده کارگاه، حالا میندازنش تو تعطیلات. این میشه مدیریت درست. حالا مثلا که به عنوان یه به عنوان یه سرپرست کارگاه یا به عنوان یه مجری پروژه، تو باید مدیریت قدرت حل مسئله داشته باشی. چالش های مختلف میخوری، مثلا یه پروژه ما داشتیم، این کارفرما رفته بود پیش یکی دیگه اجرا بکنه، تریک همون بند خود داده بود، بهش گفته بود خود بیا اجرا کن. این طرح رو برده بود، از همینه که طرح بزن در روی بودن، طرح زده بود، بعد رمپ این وسط هسته پروژه پلان پله بودش، دور تا دور بعد رمپ میچرخید، بعد فاصله دیوار برشی تا دیوار کنار ساختمون که رمپ دورش میچرخید 2.5 بود و شایع گردش رمپ تامین نمیشد. یعنی طرح از اول اشتباه بود، اینو رفته بود اجرا هم کرده بود، به ما بعد مراجعه کرد که آقا بیاین درستش بکنید. اونجا ما به هزار زور و ضرب اومدیم این طرح رو اصلاح کردیم و مجدد بردیم اجراش کردیم. خیلی کار سخت، یکی از سخت‌ترین کار زندگی من بودش که اصلا کارایی کردیم که نگم براتون، دیوار برشی و یه مقدار توش دست بردیم، نمیدونم یه سری جا سازه رو تغییر دادیم، اصلا این چیز عجیب، مشورت عمیق باید با مهندس سازه میداشتی، از اون ور طرحت هم باید اوکی میشد، و اصلا خیلی ماجرا بودش. یا مثلا داری پروژه رو اجرا میکنی، یهویی تو بازسازی یهویی لوله میترکه، اصلا قرار نبود اینجا لوله باشه، یه لوله میترکه. تو معنی مجری پروژه یا کسی که داری بازسازی میکنی باید در لحظه بتونی که حالا برای حل این مسئله من باید چیکار کنم، الان وایسم تا آب لوله خالی شه، نه وایسم که کارفرما بیاد ازش سوال بپرسم حالا چیکار کنیم، یا نه وایسم سری زنگ بزنم به مثلا تاسیساتیم بیاد مشکل رو حل بکنه، اگه تاسیساتیم جواب نداد چیکار کنم، تاسیساتی زاپاس دارم یا ندارم، لینک های کافی داشته باشم. ولی چالشی که داره چیه؟ محیط خشنیه، معمولا خانم‌ها زیاد دوست ندارن، حتی جدیدن یکم اوضاع فرق کرده، فشار کاری زیادی داره، ریسک ایجاد خطا و بروز خسارت هم که همیشه هست، تو در موردش صحبت کردیم. این فشار کاریشو فقط من بهت بگم، دهنت صاف میشه. مثلا تو نمیدونم تا حالا تجربه داشتی یا نه، این که توی یک روز حداقل 300 بار گوشیت زنگ بخوره، از بار 50 به بعد میخوای این گوشیه رو آتیش بزنیش بندازیش دور، و مجبوری جواب بدی چون تو مسئولیتش رو قبول کردی. یعنی من واقعا وقتی که پروژه اجرا میگیرم دیگه از همه عالم آدم خدافظی میکنم، فقط درگیر اون میشم دیگه، چون میدونم هیچ کارش نمیتونم بکنم. من یه روز بهم زنگ زدن، این که میگم فشار کاری، بهم زنگ زدن گفت الو، داشتیم پروژه رو بازسازی میکنیم، گفت الو آقای مهندس کجایین؟ شما گفتم با یه حالت ترسناکی، گفتم چی شده؟ گفتش که لودر اومده از دیوار بغل تو. بعد من اصلا اینو نفهمیدم چی شده، بعد رفتم سر پروژه، پروژه ما بازسازی بود، پروژه بغل کامل تخریب کرده بود، بعد این تو تخریبش
از دیوار بغل لودرش اومده بود تو خونه ما، یعنی توی خونه‌ای که ما داشتیم بازسازی می‌کردیم از بغل یه بیل مکانیکی اومده بود تو. اصلا یه چیز عجیبی بودش که ما رفتیم تو اونجا. مثلا این واقعا در لحظه هم فشار کاری داره، هم استرس داره، هم خدای نکرده هر کسی ممکن اتفاق بیفته، حالا اینجا تو بشینی حل کنی این خسارتش با کیه، بعد رایزنی خوبی داشته باشی، هم اینها رو داره. یه نکته هم بگم، اگر که خانومین و میخواین توی بحث اجرا وارد بشین، خواهش میکنم که متعارف وارد بشین. بچه ها خیلی متاسفانه زیاد داریم میبینیم که خانم‌ها با سر و ظاهر نامتعارف دارن میان تو کارگاه ها، و من به عنوان یه آقا میبینم که پشتشون چیا دارن میگن. در همه حد مختصر دارم میگم، چون اصلا شایسته دور ما نیست این حرف و زدنش، فقط به عنوان یه دوست، نه به عنوان کسی که داره بهت نکته میگه، به عنوان یه دوست دارم بهت میگم. اگر خانومی و احیانا داری این مدلی مدل های عجیب غریب سر کارگاه میری، یه مقدار مراعات بکن. و حتی اگر طراح هم هستین، به هر قیمتی پروژه نگیرین، به هر قیمتی نگین من مجبورم اینجوری باشم، چون اگر اینجوری نباشم بقیه که اینجوری هم پروژه میگیرن. نه، اصلا این چیزها رو بندازین دور، امیدتون به خدا باشه، مسیرتون رو با خودم داریم میریم جلو، درست بیاین میبینین نتیجه میده. یه چیز دیگه میخواستم بگم، دیگه اینو نمیگم، فقط این که الان اسلاید آخر این جلسه بود دیگه، نکات این جلسه رو بهت گفتم. ایشالله جلسه بعد، آره تمام شدش، ایشالله جلسه بعد میریم سر وقت بحث خودشناسی، که حالا من رشته‌ها شناختم خودم رو بشناسم و ببینم کدومش به روحیات من میخوره یا کدومش نزدیکتر، یا اینکه من چجوری میتونم خودم به اون چیزی که دوست دارم برسونم. روحیاتم نمیخوره اما خودم برسونم. و بعد از اون میرم سراغ فصل جزا و بعدی، که من خودم مشتاقم اون فصلها رو ببینم دیگه. اینم از این. پس علل حساب اینا رو به دست آوردیم. خودتم فکر کن این مدتی که تا جلسه بعد هستش منتظری، به این فکر بکن که کدوم یکی از این فیلدها برات جذاب‌تره، کدوم یکی از اینا رو میتونی دوتایی یا ستایی داشته باشی. مثلا من دارم طراحی میکنم، آموزشم میدم، ببین کدوم یکی از اینا رو میتونی بیشتر داشته باشی. اصلا آدمش هستی که چند تا رو انتخاب بکنی یا نه، آدم تو خونه بشینی بری بیرونی، به اینا یکم فکر بکن تا برسیم به جلسه خودشناسی ببینیم چیکار میشه کرد. خیلی مخلصم، خسته نباشین، امیدوارم که نکاتی که این جلسه گفتم به دردتون خورده باشه. ایشالله منتظر جلسه بعد باش، قرار با هم خیلی بهتر کنیم. مخلصم فعلا.